سرخط خبرها، افشای سلاح کشنده سپاه پاسداران که کابوس دشمنان ایران شده است. هشدار روسیه نسبت به نزدیک شدن درگیری مستقیم میان روسیه و ناتو. و سکان هدایت چین باز هم در دستان شی. به نام خدا، سلام به این بسته خبری از پیک، خوش اومدید. پیشرفت ایران در حوزه نظامی به خصوص در بخش تولید پهپاد و موشک تبدیل به نگرانی بزرگ برای دشمنان ایران به خصوص آمریکا و اسرائیل شده است. مخصوصا حالا که موفقیت پهپادها و موشک‌های ایرانی در جبهه جنگ روسیه معادله جنگ اوکراین را به نفع روسیه تغییر داده است. چندی پیش سپاه پاسداران ضربه نهایی را به دشمنان وارد کرد و از سلاحی رو نمایی کرد که تبدیل به کابوسی برای بدخواهان ایران شده است. این سلاح با نام سامانه 9 دی شناخته می شود. سپاه پاسداران از 3 دستاورد جدید خود در حوزه های پهپادی را داریم و موشکی را رو نمایی کرد که سامانه پدافندی 9 دی یکی از آنها بود. به گزارش عصر ایران، در فیلم های منتشر شده از خط تولید موشک 9 دی عبارت هدایت فرمانی روی برخی موشک ها به چشم می خورد. منظور از این عبارت این است که روش هدایت این موشک به صورت دریافت فرامین اصلاحی برای طی مسیر به سمت هدف است. این سامانه از ترکیب موشک‌های جدید و پیشرفته 9 دی با رادار و خودروی پرتابگر سامانه 3 خرداد ایجاد شده و وظیفه انهدام انواع اهداف معمولی مانند جنگنده و بالگرد و پهپاد را در کنار ماموریت تخصصی انهدام موشک‌های کروز سری و بمب‌های رها شده از هواپیماهای دشمن بر عهده دارد. این موشک به طور محسوسی کوچکتر از موشک‌های تایر بود، اما از طراحی مرسوم خانواده موشک‌های تایر، خصوصا نمونه‌های نهایی آن، در شکل ظاهری خود بهره می‌برد. در فیلم‌های منتشر شده از بازدید سردار سلشکر سلامی از خط تولید موشک 9 دی عبارت هدایت فرمانی روی برخی موشک‌ها به چشم می‌خورد. منظور از این عبارت این است که روش هدایت این موشک به صورت دریافت فرامین اصلاحی برای طی مسیر به سمت هدف است. در این شیوه که بسیاری از موشک‌های سطح به هوا استفاده می‌شود، خود موشک می‌تواند فاقد جستجوگر داخلی باشد. در این صورت به سبک‌تر شدن و کوچک‌تر شدن قطر موشک کمک می‌کند. و البته سامانه زمینی نیازمند قدرت بالاتری است، زیرا تا لحظه اصابت باید تمام موشک‌های خود را به علاوه اهداف ردیابی کرده و با محاسبه فرامین اصلاحی موشک را به هدف برساند. در موشک‌های برد بلند نیز در فازهای میانی معمولاً از روش هدایت دستوری یا فرمانی استفاده می‌شود. موشک‌هایی که به طور کلی فاقد جستجوگر درونی باشند به میزان قابل توجهی ارزان‌تر از موشک‌های دارای جستجوگر ساخته می‌شوند و به کارگیری آنها در رفع نیازهای تعداد بالا مقرون به صرفه‌تر می‌شود. تصاویر منتشر شده از سوی نیروی هوافضا نشان می‌دهد موشک‌های این سامانه به مرحله تولید انبوه رسیدن و با توجه به آمادگی قبلی تولید پرتابگر و رادار، این سامانه مؤثر به زودی در سطح قابل قبولی در کشور به کارگیری می‌شود. همچنین همانند سامانه 3 خرداد، احتمال به کارگیری این سامانه روی شناورهای دریایی نیز قوی ارزیابی می‌شود، خصوصا با توجه به اینکه 9 دی سامانه تخصصی برای انهدام موشک‌های کروز است که تهدید اصلی در برابر شناورهای دریایی محسوب می‌شود. عرصه صادرات نیز با توجه به نیاز عمومی کشورها به سامانه‌ای در این رده برای 9 دی عرصه جذاب خواهد بود. البته هنوز سامانه‌های رونمایی شده دیگری از دستاوردهای متخصصان نیروی هوافضای سپاه هم وجود دارد که قطعاً با ورود آنها به چرخه عملیاتی در دفاع هوایی از کشور، لایه‌های دفاعی کشور بسیار مطمئن‌تر از گذشته تقویت خواهد شد. معاون رئیس هیئت روسیه در کمیته خلع سلاح سازمان ملل متحد بامداد یک شنبه هشدار داد ناتو به سطحی از خطر نزدیک می شود که نشان دهنده یک رویارویی نظامی مستقیم با روسیه است. به گزارش تارنامه شبکه روسیه الیوم، کانستانتین ورنتسوف گفت که کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ترجیح می دهند که در قبال درگیریشان در بحران اوکراین سکوت اختیار کنند، اما نمی توان حقیقت را پنهان کرد و کشورها در ارائه کمک به رژیم کیف گویی سبقت را از یکدیگر ربودند.
به افزود کشورهای عضو ناتو به کمک‌های تسلیحاتی و مهمات، کمک‌های اطلاعاتی، آموزش سربازان، مدیریت عملیات رزمی خود به اوکراین ادامه می‌دهند. در نتیجه آنان به خط خطری نزدیک می‌شوند که به رویاروی مستقیم با روسیه هشدار می‌دهد. این مقام روسی گفت که برابر گزارش پژوهشگاه‌هایی که اقتصاد جهان را رصد می‌کند، حجم کل کمک‌های نظامی غربی به اوکراین به 42 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده که سهم آمریکا نیمی از این کمک است. به ادامه داد، واشنگتن همچنان بیشترین سهم را از دستاوردهای که خود برای ادامه جنگ در اوکراین به دست می آورد، چرا که کشورهای اروپایی مجبور هستند سلاح را پیش از ارسال به اوکراین از آمریکا خریداری کنند. این مقام روس گفت همچنین باید بگویم که وام اتحادیه آمریکا به اوکراین که 90% از مجموع وام های اوکراین را تشکیل می دهد و رژیم کیف نمی تواند باز پرداخت آنها را انجام دهد، این مسئله درست زمانی روی می دهد که به آمریکا بتواند مراکز صنعت نظامی خود را دوباره راه اندازی کرده و از زیر بار تورم خارج شده و فرصت های شغلی جدید ایجاد کند. به افزود خلاصه کلام این که تشکیل شدن اوکراین توسط اتحادیه اروپا و ناتو موجب می شود آنها در حمله به روسیه و جنایات و اقدامات تروریستی اوکراین در حق غیر نظامیان همدست اوکراین باشند که بیش از 8 سال است ادامه دارد. ورنتسوف در پایان هشدار داد تمام کسانی که در این جنگ با روسیه درگیر هستند مجازات خواهند شد و سزای اقداماتی که شایسته آن هستند دریافت خواهند کرد. اظهارات این مقام روس پس از آن بیان می شود که روز پنجشنبه 50 کشور از حامیان بین المللی اوکراین به دنبال فشار مقامات این کشور بر متحدان غربی برای تقویت سیستم دفاعی در برابر حملات روسیه گرد هم آمدند تا هرچه سریعتر سیستم دفاعی اوکراین را تقویت کنند. گروهی متشکل از 50 کشور تحت رهبری آمریکا در مقر ناتو در بروکسل با هدف تمرکز بر پدافند هوایی اوکراین گفتگو کردند. الکسی روزنیکوف وزیر دفاع اوکراین بر پاسخ به این سوال که از این نشست چه انتظاری دارند تنها 3 کلمه گفت: سیستم های دفاع هوایی. و بعد از پایان اجلاس یک هفتگی 20 کنگره ملی حزب کمونیست چین، شی جینگ پینگ رئیس جمهوری این کشور در یک رویداد تاریخی و بی سابقه برای سومین دوره متوالی به عنوان دبیر کل این حزب به عنوان حزب حاکم انتخاب شد. به گزارش روز یک شنبه ایرنا، اجلاس 20 کنگره ملی حزب حاکم چین که از یک شنبه هفته گذشته آغاز شده بود، پس از یک هفته برگزاری جلسات متعدد با هدف بررسی برنامه‌های کلان این کشور در سالهای پیش روز ساعتی پیش خاتمه یافت و بر اساس اعلام رسانه‌های رسمی چین، شی جینگ پینگ که در 10 سال اخیر دبیر کلی این حزب و ریاست جمهوری چین را بر عهده داشت، برای سومین دوره 5 ساله متوالی به عنوان دبیر کل این حزب ابقا شد. همچنین اعضای کمیته سیاسی دائمی حزب کمونیست مشخص شدند که این افراد شامل لی کیانگ، ژائو لیجی، وانگ هونینگ، کای کی، دیانگ شوشیانگ و لی شی از نزدیکترین شخصیت‌ها به شی جینگ پینگ هستند. در پایان این اجلاس یک هفته‌ای، شی جینگ پینگ در یک کنفرانس خبری با حضور نمایندگان رسانه‌های چین و جهان حضور یافت و سخنانی را مطرح کرد. رئیس جمهوری چین در بخشی از این سخنان در این نشست مطبوعاتی گفت: اقتصاد چین از انعطاف بالا و پتانسیل‌های زیاد برخوردار است و فضای زیادی برای مانور و انعطاف دارد. وی افزود: توسعه چین را نمی‌توان جدا از توسعه جهانی دانست، ضمن اینکه جهان هم به چین نیاز دارد. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.